قیافه و خب این دیگه زندگی نیست، این مردگیه به نظر من. ببینید 40 سال اول 50 سال اول چرا مردم گمراه شده بودن گلپا نمیگفتن؟ چرا رفتن دنبال اصلا میگفت موسیقی پاپ ما میخونیم، میگفتیم پاپ چی؟ نمیدونست که این از یه کلیسای شروع پاپ، اصلا موسیقی مال کلیسا بوده. و اون چیزی که برای من مهم بود مردم بودن، که باید مردم رو من جلب کنم. خیلی متشکرم. نکته دیگری که باید امروز بگم بهتون و تأکید دارم به امروز، نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، شما بعضی وقتا شاید قاطی بشه بدونید ندونید و یا دشمنان بیان گزارش های باطل بدن، چون الان میدونم همه تون تنبل شدید دادم، کسی که 50 دقیقه بنشینه برنامه رو ببینه نیست، کمه دیگه، همین 1 دقیقه 30 ثانیه همه تون هم شدید افلاطون، مملکتتون فضا با خاک یکسان میشه. به امید نم هستید که آمریکا انتخاباتش شد، حالا هیچ آبی از آب تکان نمیخوره. شما اگه اینا رو تا حالا نفهمیدید، ما شما نش سیاسه. آبی از آب تکان نمیخورد. شما با کاری بگو اینا بدبخت که بیچارا به فکر دکونای خودشونن، خونای خودشونن، عجیبشون میخوان بکنن سرزمینای خودشون رو بدبخت آباد کنن. اینها شما رو جزغاله کردن، قحطی دادن، میلیون میلیون کشتن، مسجد گوهرشاداتون رو به توپ بستن، همینجا تو همین قلبی که شما میبینی، همین اروپا، اینا رفتن استعمار کردن، از اینجا رفتن تو آفریقا، آفریقا رفتن پایینش، آفریقا جنوبی رفتن، استرالیا چی میگی، رفتن هند، کشتن، پیش رفتن، الان هم میکشن، پیش میرن. بیچاره اینا به فکر این نباشه، اینا بیان او انتخاب بشه، این انتصاب بشه، او بشه، این نشه، کی بشه؟ تو خودتی باید باشی یه کاری بکنی، تو خودت باید برخیزی و کاری بکنی. نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اون مربوط میشه به این که این روزا هرچی محبوبیت یه کسی میره بالا، اینا از قدم این بوده تا که محبوبیتش میبره ضربات فنی بهش از همه رقم زیاد میشه. پرنس رضا پهلوی امروز در ایران اکثریت مردم بهش متوجه شدن و به یاد محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ، این فرزندش رو که در هیچ قتل و کشتار و جنایت و دروغی هم دست نداشته، همه هوادارش شدن. که حتی من رضا جان ایربت بگم، پرنس خودش میدونه ولی بگم، حتی دشمنان تو که داد میزنن نه شیخ نه شاه، دشمنان تو و دشمنان پدر، پدر بزرگت، آریایی ها، دشمنان عظمت و شکوه ایران، اینها حتی برای که اهداف سیاسی اقتصادی خودشون رو پیش ببرن، اینها هم حتی زیر نام پادشاه و شاه و اینها تبلیغات میکنن، چون اون هدفشون مالیه، ملت ایران هدفشون آزادیه. برای همین این اینقدر رشد پیدا کرده و قدرت گرفته در میان ایرانیان که هی میان یادتون نره بچه 10 بار و 100 بار گفتن این بازیایی که درست میکنن که همدیگر به جور هم میندازن، شما نرین توش، توی خارج روک به شما بگم بدونید، روک میگم همه دکون دستگاه هر رنگشو بخوان، چون سیاوش اوستا یه حرف داره میزنه با تجربه 50 ساله، همه جا رژیم یک دستی داره، همه جا یک انگوله کی میکنه، نشاد رو تو ماتحت یکی میندازه هوا اونور بره. شما بیچاره ها فقط بگید ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. این شعاری که دادید، آریایی رو هی معرفی کنید و تازی رو هی معرفی کنید و سلام به اکبر حسین، باقلا، نخود، عدس، لوبیا کاری نداشته باشون، سرگرمیه. آقا سرگرمیه که فلانی به فلانی دعوا کرد، فلانی به فلانی اونو گفت، اونا رو ول کن. ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم. او کاری که الان
یک سپاه آریایی شروع کرده، اینا فیلم ها کوتاه درست میکنن تاریخ ایران با هوش مصنوعی و خبررسانی که میکنن، آگاهی که میدن به مراتب. حالا شما بدبختای بیچاره که اکثریت مثلا صبح از خواب بیدار میشین سلام علیکم الحمدلله رب العالمین با صبحتان بخیر، بیچاره یه عربی رو برقرار میکنین اینا فر میگن به جای بگید درود بر شما، بامدادتان به شادی، شامگاهتان به تندرستی و و و, و اینا رو میگن. اینا همه خود وزارت اطلاعات. الانم دیگه من به شما بگم این پیجرا که منفجر شدی تلفنای که دور باید بفهمین بیچاره کنترل طول میکنن. شما این پیامایی که میاد میفرستین برای همه تمام و یارو تا دریافت میکنه تلفنش خالی میشه. الان ما توی گفتگو واتساپ گفتگو بگم بفهمین، از قبلم بهتون 100 بار گفته بودم، 100 بار اینو به شما گفته بودم، آموزش رایانه‌ای در توی واتساپ ما یه گروه داشتیم الکی درست کرده بودیم، 100 خورده اونجا بودن که به نام گفتگو آریا 7000. خب معلومه که اونجا همه که میان اکثر اینا که قربونشون برن هم که اکثرشون میشه. آقا یهو تو شب میخوابی صبح بیدار میشی میبینی پرید، مثل که کفتر پرید، آقا پرید. اینا همه جا پول دادن، نفوذ کردن، از هر جایی که بگید اینا پول سرمایه گذاری کردن، نفوذ دارن. الان همین از چند وقت پیش به شما گفتم یوتیوب یوتیوبر خیلی ها رو میبندن، اینا یادتونه از 2 سال پیش 3 سال پیش گفتم مواظب باشین بعد از جریان بیماری که اومد اینا، گفتم اینا کنترل او که نمیاد طور ول بگیره میلیاردها دلار این جمهوری اسلامی رو ول کنه، اینا با اونا کار میکنن. الان ده ها صفحه های یوتیوب انبار بوده، آرشیو بچه ها بوده، اینا بستن یهو بس الکی، چونو بالای پول میده. ویکیپیدیا میگه ویکیپیدیا تا جایی که خطر نداره ویکیپیدیاه، جایی که خطر داره برای ارگانیزاسیون های جهانی که داره رژیم با اونا کار میکنه، چون رژیم بابا روم ساخته ایره از 1400 سال پیش با اینان با همان. حالا نکته دیگه که میخوام بهتون میگم مربوط میشه به مادر، مادر بزرگا، پدرها که میگم. ببینید من به این خاطر از شهبانو فرح پهلوی عزیزم مثال میارم و مادرشون فریده، به خاطر که بالاترین قدرته، محبوبترین آدمه. وقتی شما ایر داری دیگه عمت، ننت، بیبیت، خالت اونجا هست، راحت میتونی کارتو بکنی. احترام یه پیر پات حالا سر جای خودش تا وقتی زنده احترام، ولی اجازه نداره بهت بگه که او کار نکن، ماتیک نزن، روش لب نزن، موهاتو بپوشن، کلاه لاغر سر. کاری که شهبانو عزیزم در چند برنامه در رابطه با شهبانو منو تو ساخت گفته، برید گوش کنید که مادرش این فشارا روش می آورد. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود، سر یه چیزایی واقعا خیلی خیلی جدی بود. من خیلی مادر جدی بودم، مادر زباله با الان فکر میکنم خیلی زیاد جدی بودم. سرکار خانم به فریده دیبای فشار روی علیرضا پهلوی داشت، روی رضا پهلوی داشت، روی لیلا پهلوی داشت. برای همین رضا پهلوی تا وقتی مادر بزرگ زنده بود مثل الان نمیتونست بپره. من بهتون گفتم همین اسرائیلی که رفت مش قصاب میخواستشون رو ببره، رئیس جمهور سابق 20-25 سال بیش اسرائیلشون نرفت. بچه های دیگه هستن جمشید دانا و خیلی بچه های دیگه سیروش، اینا خبر دارن بچه های اسرائیل هستن که اینها خود دولت اسرائیل میخواست رضا پهلوی پرنس بره اسرائیل، نمیرفت به خاطر حضور مادر بزرگش. خیلی کار دیگه در رابطه با دین، مذهب، آخوندها اینا اگه میگفت به خاطر مادر بزرگه بود، ولی شما نباید اینطور باشید. مادر بزرگ، مادر بزرگ که اول برنامه ترانه محمود فرخ براش میخواد، مادر بزرگ اینه. اگه بود بزنین کنار، خصوصا که خوب گوش کنید. هم شهبانو عزیزم بارها زبان بیزبانی و فلان گفته بود که مادرشون چه فشارهایشون میمیدن، نمیذاش تولد برای بچهش بگیره، تولد ماتیک نزن.
بعد میگفت یه بار اینقدر از همشون سر میخواستم بزنم به دیوار و بعدم همیشه گفته بود که خیلی سفت و سخت بود با ما. خود سرکار خانم فریده دیوان که از رهبران قطب طباطبایی و سادات تازی بود، ایشون خودش از رهبر بود ولی شهبان و فرح تو باند نبود. یادتون نره استفاده از کسی میکنن فرق. فرح شهبانو خدمات بزرگی در تاریخ معاصر ایران کرد در همه زمینها، خدماتی که او خودش کرد به خاطر ذهنیت بازی که داشت که مادرش مخالفش بود رو خیلی موارد. شهبانو یک افتخار تاریخی است درست مثل محمد رضا شاه و مثل رضا شاه. رضا اینطور می نویسد: خانه کوچک را آراستم، آنچه لازم بود خریدم و لباس مناسب پوشیدم، اما مادرم بدون توجه به معنای واقعی کلمات به محض اینکه مرا با لباسی مرتب تر از همیشه دید گفت سعی کنید زیاد نخندین و خیلی خودتان را خوشحال نشان ندهید. این جمله او مثل پتکی بود که بر سرم فرود آمد. آیا روی کره زمین جایی برای گذراندن زندگی برای ما و بچه ها وجود دارد؟ این جمله او مانند پتکی بود که بر سرم فرود آمد. من فقط خواسته بودم برای پسر کوچکم جشن تولدی بگیرم و حتی حق این کار را هم نداشتم. چگونه مادر خود من می توانست فکر کند که در گیر و دار چنین کابوسی می توانستم خوشبخت و خوشحال باشم؟ من آنچنان از این حرف مادرم متاثر شده بودم که فوراً به اتاقم بازگشتم و یک قرص مسکن خوردم و هنگامی که بچه ها در اتاقم را زدن هنوز قادر نبودم از اتاق خارج شدم. به گونه شده مادرش بو ربطی نداره، خصوصا مادرش هم مثل خود شعبانو اواخر میگه که من خیلی سختگیر بودم. نمونه هایی که من براتون میذارم برای اینه که شما شجاعت و گستاخی رو داشته باشید که بشید سید محمود فرخ. نه اینکه الان تا میشه سید منگه من زرتشتی هم فرخ گیر میگه، نه اینکه یه خود تولد فلان تازیه، مرگ فلان عربه، تو ورداری برای همه مزخرفات بفرستی. شما باید جواب اونا رو بدی، بگو مزخرفات نفرست برای من، برو باشو محمود فرخ. یعنی شما اید که باید که بلد بشید عصیان کنید، طغیان کنید. حتی مادرتون اگه از تحت تاثیر قرار گرفته، پدر بزرگتون تحت تاثیر قرار گرفته، تا این کار نکنین ایران روز به روز بدتر میشه. از دست میدیدی سرزمین آریایی رو. بعد ایرانی ها میرن تو دنیا رو میسازن، مثل که الان ایرانی دنیا رو ساخته.